چند وقت پیش تو تهران تو یه حسینیه ای منبر میرفتم، یه جوان اومد نزدیک 30 سالش، گفت آقا من با شما چند دقیقه کار دارم. گفتم آقا بنویس. گفت نوشتنی نیست. گفتم ببین من قبول داری؟ گفت آره. گفتم من چند ساله با جوانا کار میکنم، تربیتی فرهنگی، کسی که نتونه حرفشو بنویسه بعدم نمیتونه بگه، یک و دو و سه و چهار بکن بنویس. گفت باشه خدافظ. فردا شب که اومدیم یه نامه داد به ما، من بردم خونه، نامه رو که خوندم دم به این همونیه که من در به در دنبالش میگشت. فردا شب اومد گفت که چی شد؟ گفتم من نوکرتونم، من میخوام با شما یه چند دقیقه صحبت کنم، وعده کردیم. گفت که منو چجوری میبینید شما؟ گفتم من نه رمبالم نه جادوگرم، من چی بگم؟ گفت نه زاری، گفتم بچه هیئتی. و زد زیر گریه، گفت خاک تو سر من کنن تا ای بدونی من چه جنایات کردم، چه گناهایی کردم. فقط خوب خوبه ای که میتونم بگم از گناهایی که کردم اینه که مادرمو چند بار کتک زدم، پدرمو زدم، دیگه عرق و شراب و کارهای دیگه شو دیگه اون دیگه سله حلاست. گفتم بس الان اینجوری؟ گفت حضرت زهرا دستمو گره. گفت حاج آقا من سرطانی بودم. سرطانی میدونی یعنی چی؟ گفتم یعنی چی؟ گفت به کسی سرطانی میگن که نه زمان حالیشه نه مکان، نه شب عاشورا حالیشه نه تو حسینیه، نه مکان میفهمه نه. گفت من سرطانی بودم. یه خونه مجردی با رفیقامون درست کرده بودیم، هر کیو جور میکرد تو این خونه مجردی اونجا رخت خواب گناه و حسیت. گفت شب عاشورا هرچی زنگ زدم به رفیقام هیچ کدوم در دسترس نبودن، نه نمازی نه حسینی هیچ. گفتم اینا همش آخونده در آوردن و دوتا عرب با هم دعواشون شده و به ما چه. میگفت ماشین رو برداشتم، گفتم برم یه سرک هیچ بهش میگردیم گشت میزن. تو را که میرفتم یه خانم یه دیدم، دختر خانم چادری داشت میرفت حسینیه. خلاصه اومدم جلو و یه اصطلاحی جوانو دارم من اصطلاح نمیگم، خلاصه سوار ماشینش کردم با هر مکافاتی که بود میرسونم تو. خلاصه بردمش تو خانه مجردی، این هم مثل بیت میدرد و گریه میکرد و دیگه با اون اگه تو غیرت نداری آخه شب عاشوراست، بیا به خاطر امام حسین ایا کنم بارم حسین که اینا را آخونده در آوردن، عربا و هم دعواشون شده به ما ربطی نداره. گفت تو گریه یه وقت گفت که خجالت بکش، من اولاد زهرام، به خاطر مادرم فاطمه ایا کن، من این کاره نیستم، من داشتم ندم حسینیه. گفتم من فاطمه زهرام نمیشتستم، من فقط یه چیز میشدم، جوانی جوانی کردن، جوانی گناه، جوانی شهوت، این هم هیچ حالیم نی. گفت یه این خانمه گفت که تو اگه لاتم هستی غیرت لاتی داری یا نه؟ گفت چطور؟ خودت داری میگی من زمین تا آسمون بره گناه، این همه گناه کردی، بیا این شب رو مردونگی لوتیوار به حرمت مادرم زهرا گناه نکن، اگه دست تو مادرم زهرا نگیره برو هر کاری دلت میخواد بکن. گو ما غیرتی شد، لباسم پوشیدم و گفتم یالا چطور سرت کن ببینم، امشب میخوام تو عمرم برای اولین بار به حضرت زهرا اعتماد کنم ببینم این زهرا میخواد چیکار کنه مادر. یالا سوار ماشینش کردم اومدم نزدیک حسینیه که میخواست بره پیادش کرد. از ماشین که پیاده شد داشت گریه میکرد، ولی گریه میکرد و در رو زد به هم دم شیشه، گفت ایشالله مادرم فاطمه دستت رو بگیره، خدا خیره آبروی منو نبردی. خدا خیره. میگه اومدم تو خونه و حالا ضد حال خوردیم و تو صحبت ها که داشتم میوردش دادم حسینیه هی گریه میکرد، آبا خودش حرف میزد، منم میشدیدم چی میگه، اما داشت به من میگفت، میگفت این گناه که میکنی سیدی به صورت مهدی میزنی، آخه
چرا اینقدر حضرت مهدی کتک میزنی؟ مگه نمیدونی ما شیعه این امام زمان دلش میگیره؟ اینا رو میگفت. منم صفر رانندگی میکرد. پیادش که شد رفت، آمدم خونه، دیدم مادرم، پدرم، خواهرام، داداشم اینا هم رفتن حسینیه. تو اینا فقط لات من بودم. خب تلویزیونی که روشن کردم دیدم به صورت آنلاین کربلا رو نشون میده. صفحه تلویزیون دو تیکه شده، تیکه راستش خود بین الحرمین و گاهی زریح ها نشون میده، تیکه دومش قسمت دوم صفحه تلویزیون یه تعزیه و شریخون نشون میداد، یه مش عرب با لباس عربی خشن با چپی های قرمز، یه مش بچه ها با لباس عربی سبز، اینا رو با تازیانه میزدن و به خاکا میکشوندن. میگفت من که تو عمرم گریه نکرده بودم، یاد حرف این دختره افتادم. گفتم وای، یه عمر دارم تازیانه به مهدی میزنم. میگو پا تلویزیون دلم شکست. گفتم زهرا جان دست منو بگیر. زهرا جان یه عمر دارم گناه میکنم، دست منو بگیر. من میتونستم گناه کنم اما به تو اعتماد کردم. کسی هم تو خونه نبود دیگه، هر جو دوست داشتم گریه کردم. گریه های چند ساله که بغض شده بود گریه میکردم، داد میزدم، عربده میکشتم، خجالت یه نمیکشتم که کسی نبود. میگفت نزدیکای سحر بود، پدر مادرم از حسینیه آمدن. تا مادرم در وا کرد وارد شد تو خونه، تا نگاه من کرد، اسمش رضاست، یه نگاه من کرد گفت رضا جان کجا بودی؟ گفتم چطور؟ گفت بوی حسین میدی؟ رضا جان بوم فاطمه میدی؟ کجا بودی؟ افتادن رو دست پدر مادرم گریه. تو رو به حق این شب عاشورا منو ببخش، من کتک زدم، اشتباه کردم. بابام گریه کن، مادرم گریه کن، داداشا، خواهرا، همه خوشحال. داداش ما، پسر ما، پسرم حسینی شده. صبح عاشورا زنجیره رو برداشتم و پیرم مشکی رو پوشیدم و رفتم تو حسینی. تو حسینی که رفتم میشناختن، میدونستن من هیچ وقت اینجا نمیمدم. همه خوشحال. رئیس هیئت آدم عاقلیه، گفت آمد و خیلی خلاصه پیشونی ما رو بوسید و بغلمون کرد، رضا جان خوش آمدی، منت سر ما گذاشت. گفت منم این زنجیر میزدم آیاد اوسیلی هایی که به مهدی زده بودم گریه میکرد. هی زنجیر میزدم به یاد کتک هایی که با گناهانم به مهدی زدم گریه میکرد. جلسه که تموم شد، نهار و اینا رو خوردیم، رئیس هیئت منو صدا زد. من یه خواهشی دارم به کسایی که دستشون به دهنشون میرسه میتونن سالی چند نفر رو کربلا ببرن، تو رو به خدا یکی از کسایی که کربلا میبرید از این طایفه باشه. او جوونی که اهل این حرفا نیست اما یه روز عاشورا میاد، همون روز دستش رو بگیر بگو خوش آمدی، میای بریم کربلا. این جوونا اگر شش گوشه حسین رو ببینن گریه میکنن، متحول میشن. کربلا آدم آدم میکنه. اومده من گفت رضا جان میای کربلا؟ گفتم کربلا من پول ندارم. گفت نوکرتم پول یعنی چی؟ خودم میبرم. میگفت حاج آقا هنوز ماه سفر تموم نشده بود، دیدم بین الحرمینه رئیس هیئت اومد گفت که آقا رضا بریم تو حرم. گفتم برید، من یه چند دقیقه کار دارم. تنها که شدم زدم تو صورتم، گفتم حسین جان میخوای با دل من چی کار کنی؟ زهرا جان من یه شب تو عمرم به تو اعتماد کردم، کربلاییم کردی؟ بیبی جان آدمم کردی؟ اومدم شبکه رو گرفتم سریع امام حسین رو گریه کردم، داد میزدم حسین جان، حسین جان دستم رو بگیر، حسین جان پسر فاطمه دستم رو بگیر، نگذار برگردم دوباره.
میگم رئیس اینت کاروان داره مکه مدینه برای اینها. میگم آج آقا به جان زهرا سال تموم نشده، گفت میه برم خدمه بریم مدینه. گفتم مامان، گفت با همه کاراش با من، من یکی از خدمه ها مریض شده. خلاصه آقا چند روزه ویزا ما رو گرفت، یه وقتیم ای بابا سال تموم نشده تو قبرستان بقی پای برهنه دنبال قبر گم شده که زهرا دارم. میگه گریه کردم، زهرا جان، بی بی جان، با دل من میخوای چیکار کنی؟ من یه شب به تو اعتماد کردم، هم کربلاییم کردی هم مدینه ایم. میگفت خلاصه کار برام پیش اومد و کار و دیگه رفیقای اونچنان گذاشتم کنار و آبرو پیدا کردم. یه مدتی دو سالی گذشت، میگم حاج آقا همه یه طرف، یه قصه که میخوام بگم یه طرف. مادر ما گفت رضا جان حالا که کار داری، زندگی داری، حاجی هم شدی، مکه هم رفتی، کربلایی هم شدی، نوکر امام حسین هم شدی، آبرو پیدا کردی، اجازه میدی بریم برات خواستگاری؟ گفتم برید مادر، یه دختر نجیب زندگی کن و پیدا کن. رفتن گفتن یه دختری پیدا کردیم، خیلی دختر مؤمنه و خوبی و ایناست. خلاصه رفتیم خواستگاری. پدر دختر تحقیقاشو کرده بود، چقدر خوب دختر داره اینجوری دخترشو ببینن. مالک میگفت منو برد توی اتاق، درو بست و گفت ببین رضا جان، من میدونم کی هستی، اما دو سه سال نوکر ابی عبدالله شدی، میدونم چه کارم و چه جنایات و همه این رو، ولی من یه خواهش دارم، چون با حسین آشتی کردی دخترم بهت میدم، نوکرتم هستم، فقط جان ابی عبدالله از حسین جدا نشو، همینطوری بمون، من کاری با گذشتهات ندارم، من حالا تا میخرم، من حالا نوکرت. میگم منم بغلش کردم پدر عروس خانومو، گفتم دعا کنیم ما نوکر بمونیم و که طرف من هیچ مانعی نداره دیگه، عروس خانوم باید بپسنده و خودتون میدون. خب گفتن عروس خانوم چای بیارن و اینها، ما هم نشسته بودیم، پدرمون، خواهرمون، مادرمون، اینا همه، مادرش، خالش، عمش، مهمونیه چی بود، خواستگاری بود دیگه. عروس خانوم وقتی سینی رو آورد گذاشت جلوی ما، یه نگاه به من کرد، یه وقت گفت یا آزر سینی از دستش ول شد و گریه و از سالون نرفته خورد رو زمین. مادرش، خالش، مادر من، خواهر ما رفتن زیر بغلش رو گرفتن و بلندش توی اتاق. میگم من دیدم آجا، فقط صدا شیون از اتاق بلند، همه فقط یه کلمه میگن یا زهرا. من دلم مثل سیر و سرگه میدوشید، چه خبره؟ مادرم ها صدا زدم، گفتم مادر چیه؟ گفت مادر میدونی عروس خانم چی میگه؟ گفتم چی میگه؟ گفت مادر میگه که دیشب خواب دیدم حضرت زهرا اومده به خواب من، عکس این پسر شما رو نشونم داده، گفته این تازگی ها با حسین من رفیق شد. به قادر من ردش نکن. مادر دیشب فاطمه سفارش رو کرده، به خدا جمعون اگر اعتماد کنید، رفاقت کنید، زهرا آبروتون میده، دنیاتون میده، آخرتتون میده. یا زهرا، یا